خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، خدا قوت، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. ممنونم از شما از اینکه منتظر میمونید تا ما سر ساعت خدمت برسیم و در خدمت شما باشیم. من امشب به پیشنهادی دارم برای همه شما بینندگان عزیز، تحت هیچ شرایطی از پای تلویزیونهای خودتون تکون نخورید یا از پای گوشی های خودتون، و دیگران رو هم دعوت بکنید که امشب بیان و به جمع ما بپیوندن، چون یک سری خبرهای بسیار داغ 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 داریم. امروز در کنار این که این بحث هک پمپ بنزین ها و جایگاه های عرضه سوخت رخ داد، یک اتفاق بسیار بسیار بزرگ رخ داد که جمهوری اسحالی خواست تحت هر شرایطی که شده این رو بپوشونه، که ما امروز بخواییم رمزگشایی بکنیم و این حق شما مردم ایرانه که بخواییم خبرهای دست اول و خبرهای پشت پرده از این نظام جنایتکار و دیکتاتور رو در جریانش باشید. خب اگه اجازه بدید ما به حد نصاب رسیدیم، بذارید من کامنت ها رو ببندم و مخلص شما هم هستیم، عزیز ما هستید شما، بذارید من برنامه امشب رو شروع بکنم که دوباره به ما نگه که وقت تموم شده و نمیتونیم ادامه بدیم. خب من در ابتدا بذارید یه چند تا خبر ویژه بخونم و بعد برم امشب برنامه های داغ خودمون رو شروع بکنم. یک بار دیگه از شما خواهش میکنم حتما دوستان دیگر رو دعوت بکنید بیان و این برنامه رو باید ببینن، مخصوصا دوستان عزیز استان فارس، شیراز عزیز. امشب ما برای شما کلی خبر داریم، دوستانتون رو دعوت بکنید که بیان و ما در خدمت شما باشیم. خبر ویژه اول، اطلاعیه رسمی دولت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پی اختلال در جایگاه های عرضه سوخت اعلام کرد که کارگروه های تخصصی برای رفع اختلال در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شده است و تا زمان رفع مشکل و اتصال دوباره سامانه سوخت، توزیع فرآورده های نفتی به صورت آفلاین انجام خواهد شد. اینجا باید به زبان گیلکی بگیم میخاک بشی میسر، یعنی خاک تو سر شما گندگوزای منطقه که امشب با شما من کار دارم. اختلال حک به این بزرگی رو کردن تو پاچتون، میان میگید یک اختلال کوچیک بود، کل کشور امروز به فاک عظما رفت. داستانهای امشب رو حتما عزیزان من همراه ما باشید و بشنوید. اما خبر ویژه بعد، خب همطور که پیشبینی میشد گروه نیروی دریایی آمریکا و متحدانش در سواحل یمن تجمع کردند و تقریبا غرب و جنوب یمن را احاطه کردند و هر لحظه امکان داره این حمله انجام بشه، که ما پریشب اومدیم گفتیم که اینها دارن یک سری لابی هایی میکنن پشت دست. حتی چند وقت پیش وزیر خارجه آمریکا اومد بلینکن تو اون کارگروه کمیسیونی که تشکیل دادن تو شورای امنیت تو سازمان ملل، آمد در حاشیه این جلسه با بعضی ها لابی کرد، حتی با عربستان و امارات و اسرائیل و اینها، که بخواد نظر اینها رو هم جلب بکنه که میخوان به این حوثی های یمن حمله بکنن. و جالبم اینجاست که حوثی های یمن یک لحظه پا پس نگذاشتن و همینجور پشت هم دارن این کشتی های تجاری رو یکی پس از دیگری با موشک میزنن. البته خیلی ها رو این ناوهای جنگی آمریکا پهپادها و موشک ها رو منهدم کرد، اما اینها دست به کش نیستن، به همین خاطر همین الان احاطه کردن کل اون منطقه دریایی یمن رو و هر لحظه امکان داره که خلاصه این جنگ هم تو اون منطقه خاورمیانه آغاز بشه. خبر ویژه بعدی، ساعتی قبل سربازان ارتش اسرائیل چمدانی حاوی 5 میلیون شکل برابر 1,500,000 دلار را در خانه یکی از فرماندهان گروه تروریستی حماس کشف و مصادره کردند. 1.5 میلیون دلار، لعنت بر جمهوری اسلامی، لعنت بر خامنه‌ای، لعنت بر اصل و نسب شما، اصل و نسب شما، لعنت به تیر و طایفه شما که تو تمام این خونه ها پول پیدا میشه مال ماست، اختلاس میشه مال مردم ماست، هر بلایی داره پیدا میشه مال ماست. امروز بزرگترین تونل رو که 50 متر زیر زمین بود، نمیدونم 7 کیلومتر هم کلن امتداد داشت، رو اسرائیل که مال این تروریست های حماس بود رو
پیدا کردن که یکی از تونل‌های استراتژیک و واقعاً حرفه‌ای بود، 7 کیلومتر. امروز دیدم یه خبرنگاری میگه که آقا به گفته خود یحیی سنبار که همین رهبر تروریست‌های حماس شاخه نظامیش اومده بود گفته بود که ما کل غزه، حالا از شمال به جنوب، جنوب به شمال، کل این نوار غزه 500 کیلومتر ما مترو داریم، یعنی زیرزمین این تونل‌ها رو کندیم. شما این انگلیس به این عظمتی کلن 400 کیلومتر تونل داره، یعنی مترو داره 400 کیلومتر، ولی شما تو نوار غزه با پول مردم ایران این حرامزاده ها 500 کیلومتر انبا و اقسام تونل ها رو در این سالها کنده بودن. لعنت به خامنه ای که الان هم تو خونه یه دونه از این فرمانده ها 1.5 میلیون دلار پول پیدا کردن. بعد اینها میگفتن ما ایدئولوژی داریم می جنگیم، برای مردم خودمون داریم می جنگیم، برای دین خودمون. لعنت به اون دین شما، دین ساختاری و علکی و جفنگ شما که پشت دست کثافت تو خونه یکیتون دیلدو و نمیدونم مینی جوب و لباس خواب فلان چی و اونجوری و ادوات شب جمعه ای پیدا کردودن حرامزاده های کثافت. بعد بلند میشید میای نماز جمعه و اینجور داستان ها و این مسخره بازی ها. همتون از دم کثیفید، آشغالید. حالا غارت ایرانیان، من دیدم خیلی از دوستان به من میگن آقا پیمان تو هر شب میای یه دونه از این دزدی ها رو برملا میکنی و اینا، یه جنبندی بزن ببین تو این سالها این همه حرامزاده ها خوردن چقدر از جیب ما مردم ایران خوردن. دیدم حرف بدی نزد. امروز نشستیم یه چیزی رو کلا آماده کردیم خودمون که کرک و پرامون ریخته. بزن اینم برای شما بخونم و برم برنامه اصلی امشب رو شروع بکنم. غارت ایرانیان در حکومت عدل علی خامنه‌ای و اراذل اوباشش. چای دبش که آخرین اتفاق بود که افتاده، حالا بعد از اون امروز هم یه اتفاق دیگه افتاده، اونو خدمت شما من عرض میکنم، البته استناد میکنم به حرفای یکی از این نماینده های طویله مجلس. چای دبش 140 هزار میلیارد تومان، فولاد مبارکه 92 هزار میلیارد تومان، بنیاد شهید 8 هزار میلیارد تومان، اینا همه اختلاس ها. بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان، دکل نفتی 8 هزار میلیارد تومان، پتروشیمی 90 هزار میلیارد تومان، شهرام جزائری 4 هزار میلیارد تومان، مرتضی رفیق دوز و فاضل خداداد با هم خورده بودن 123 هزار میلیارد تومان، پدیده شاندیز 94 هزار میلیارد تومان، بابک زنجانی 18 هزار میلیارد تومان، بر پدرتون لعنت بی پدرها چقدر خوردی، خاوری 3 هزار میلیارد تومان، رحیمی معاون رئیس جمهور تو دوران اون جفنگ احمدی نژاد 7 هزار میلیارد تومان، املاک نجومی 205 هزار میلیارد تومان، اعزام خودروی اعزام خودروی چی هستیم 50 هزار میلیارد تومان. اینو من به بچه ها گفتم جمع‌بندی بکنید، تو گزارش هم گذاشتیم تو کانال های مختلف خودمون. اینا رفتن جمع‌بندی کردن، دیدن کل این پولا رو اگر ما جمع ببندیم برای هر یک نفر ایرانی 85 میلیون ایرانی، حالا 5 میلیون گوسفندم بیاریم جزء خودمون، 85 میلیون ایرانی، این همه اختلاسی که شده و رسیدگی نشده، به هر ایرانی تا به امروز 8 میلیارد و 500 میلیون تومان میرسیده. یعنی خدا از شما نگذره. کثافت ها کلن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 تا مورد، یعنی 12 نفر کله گنده آمدن پول 85 میلیون آدم رو خوردن، از مال ایران و ایرانی رو خوردن، که سهم هر یک ایرانی اگر بهشون میدادیم میشد 8 میلیارد و 500 میلیون تومان. اینها اینجور کثافت هستن که بعد ما میگیم که آقا اصلاح پسلا رو بی خیال سرنگونی رو داشته باش، که البته داره این اتفاقات میفته. اما امروز دیدید که دیگه آخه نگاه کن، من برام خیلی جای سواله این گندگوزی های اینها، این گندگوزی های اینها که میگن ما موشک فرستادیم ماهواره فلان بسار، تمام نمیدونم تجهیزات اتمی ما، کشتی های مدرن جنگی ما، نمیدونم پهپادهای ما، سلاح‌های ما. خب هر روز میان در مورد اینا برای ما گوز کلاس میان، ولی مملکت در حال حاضر با مدیریت علی گدا در جمهوری اسحالی به چوسی بنده. چطور بنده آقا جان؟ یه گروه هکری، امروز یکی میخندید میگه آقا پیمان
این گروه هکری اسمش از گنجشک درنده. اینا گنجشک درنده بودن امروز حمله کردن خارمادر زیرساختای کشور ما رو اینجوری صلوات دادن. اینا اگر شیر درنده میامد امروز چی میشد؟ راستم میگه گنجش کجا شیر کجا. اینا گنجش که درندش اینا فرستادن گندگوز گیرباش کرده بود امروز. کلن مملکت خوف شده بود، نمیدونستن چه کار بکنن. وزیر نفت آقای کیشمیشیان اومد گفت آقا کار اسرائیل که هکراش آمدند و این کار کردند و اینا. خب حالا جالبه تو این مملکت این حرامزاده ها از پول من و شما برمیدارن بودجه درست کردن برای یک سازمان پشمکی به نام سازمان پدافند غیر عامل. در کنار اون هم آمدن یک معاونتی تو ریاست جمهوری راه انداختن به نام افتا، اطلاعات و فناوری و نمیدونم سایبری و کوفت و زهرمان. این دوتا سازمان رو کنار هم بذاری سالها سالانه میلیاردها تومان بودجه فقط به این دوتا سازمان میدن که اینها چکار بکنن؟ حفاظت بکنن از بحث اینکه هکری ورود نکنه، زیرساختهای ما مورد حمله قرار نگیره، پیشبینی سیل و زلزله و جنگ و توپ و تانک رو بکنن. تا الان هر هکری ورود کرده پرچم میل پرچم و تا دسته به جمهوری اسلامی فرو کرده. یعنی لامصب این دوتا سازمانی که در این سالها میلیاردها تومان بودجه گرفتن یه دونشو نتونستن پیشگیری بکنن یا جلوی یه دونشو نتونستن بگیرن. دیدید دیگه این همه هکر در این انقلاب زن زندگی آزادی آمدن تو حیات خلوت جمهوری اسحالی، ریدن به هیکل اینها و رفتن. آخریش چی بود؟ گنجش که درنده. به قول اون دوست ما حالا خوب بود شیر درنده رو اینا نفرستادن، یه گنجش رو فرستادن. کلن امروز گندگوز مملکت مونده بود چی بکنه. حالا جالب کجاست؟ جالب اینجاست همین سازمان پدافنده، میخوام به شما بگم که عمق فاجعه تا کجاست. همین سازمان پدافنده غیر عامل و این سازمان افتا کلن بچه های معاونت فنی وزارت اطلاعات هستن. به هر حال ما یه زمانی اونجا پست و مقامی مسئولیتی داشتیم، با این کثافت ها دور یک میز تو جلساتی میشستیم میگفتیم این آقا کیه، میگفتن این معاون فنی مثلا وزارت اطلاعات که الان در با حفظ سمت نمیدونم رئیس افتای کشوره. آقا این چاقالو کیه، سرتیپ سلشگر این همه گنبد بارگاه رو دوششه. میگفتن این سلشگر نمیدونم کیشمیشیان رئیس سازمان پدافند غیر عامل. آقا اسماشون اینقدر گنده است آدم فکر میکنه اینها واقعا چیکار میکنن. ولی وقتی یه گنجیش حمله میکنه کل زیر ساختها رو فچل، یعنی نگاه اگر واقعا، یعنی اگر واقعا این حمله امروز یه ذره وسعتش بزرگتر بود کلا جمهوری اسلامی به فاک عثما رفته بود. یعنی دیگه ما وای نمیستادیم تا اون ور سال، الان کلا نسخهشون پیچیده میشد و تعطیل. ما وقتی میگیم که اینها دیگه مردم حرف اینها رو گوش نمیدن، چون الان 40 ساله 44 ساله فقط دروغ به تک ما بستن، فقط دروغ، فقط پروپاگاندا، فقط ما میتوانیم، منم بزبزه ها دو شاخ دارم رو هوا، فقط همین. در عمل هیچی. گروه هکری گنجش که درنده از هک سیستم های سوخت رسانی در سراسر کشور خبر داد. این گروه هکری در کانال تلگرامی خود نوشته ما گروه گنجش که درنده بار دیگر قبلا چند ماه پیش این کارو کرده بودن. بعد همین رئیس پدافند این چاقالو غوچالی، این مرده که شطور که الان رئیس پدافند عامل و از وزارت اطلاعات اومده و از کجا اومده، اون دفعه حمله کردن کارت سوختا رو سوزوندن و اینا، یادتونه که این حرامزاده اومد جلوی تلویزیون گفت نه ما دیگه همه چیزو گرفتیم، درست این جمله رو گفت. آمد گفت که سامانه هوشمند فاقد هر گونه ارتباطی بر خطی است و هک ناپذیر است. بعد از اون حمله آمد اینو گفت، گفت ما کاری کردیم دیگه هک نمیشه. خواه حرام زاده اگر تو کاری کردی این چی شد؟ بس امروز این چی بود؟ از کجا خوردید شما؟ آخه چرا اینقدر دروغ گویید؟ چرا اینقدر کثیفید؟ وقتی
شما دانشش رو ندارید، وقتی علمش رو ندارید، وقتی آدمهای دانشمند ما رو از کشور فراری دادید، یک مشت آدم بوزینه کثیف و همش بورسیه و سهمیه، آقا تو بسیجی بیا خودتو تا دسته فرو کن بیا پزشکی بخون، تو چی خانواده دسته ششم شهید، شهید احترام اون شهدای راه انقلاب چه میدونم اول انقلاب بالای سر، من اینا رو میگم، مدافع پشملا، مدافع سوریه، مدافع خرسولا، اینا رو دارم میگم. ای تو نمیدونم شهید شده فلان، بیا برو اینجا پزشکی، تو بیا برو فیزیک بخون، تو بیا برو نمیدونم شبکه فناوری بخون، فلان بخون، خروجیش میشه یه مشت اسکل تو این سازمان هایی که باید از آدم های نخبه استفاده بکنید که تو جنگ نرم اینجوری جلوی دشمن بایستن، اینجوری دشمن میاد میله پرچم و تا دسته فرو میکنه به علی خامنه‌ای، البته علی خامنه‌ای که بعدش نمیاد، خودش خوشش بیاد. خب این مشکل و گرفتاری میمونه رو دوش ما مردم. امروز صفهای طویل رو دیدید که تو تلگرام هم گذاشتیم، امروز صفهای طویل تو کل کشور، خاک بر سر شما که گندگوزی میکنید و اینجوری گندتون در میاد، البته آدم حال میکنه، ولی اینکه یه ذره برای مردم مشکل به وجود میاد آدم حالش گرفته میشه. این گروه هکری در کانال تلگرامی خود نوشته ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخرسانی جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه ای همانطور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحرکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان میدهیم. تصاویر منتشر شده و ارائه توضیحات فنی درباره چگونگی هک جایگاه‌ها در کانال تلگرامی این گروه حاکی از دستیابی آنها به شناسه ایستگاه‌های سوخت، اطلاعات سیستم پرداخت و شبکه اصلی جایگاه‌ها. ای خاک بر سرتون، دیگه همه اطلاعاتتون رو بردن، دیگه چی مونده بود؟ بس این سازمان پدافند عامل که اون رو دفعه ما یه دونه از نامه‌های محرمانه‌تون هم پخش کردیم، به همه گفتید آقا مراقب باشید می‌خوان حمله کنن فلان کنن، بس شما چه مراقبتی می‌کنید؟ این همه بودجه برای چی می‌گیرید؟ بعد اینقدرم که همه فامیلی هستید، همه از سرداران سپاه، وزارت اطلاعات، همه تو جیب خامنه‌ای هستید، هیچ کس هم جرئت نداره از شما بازخواست بکنه، بگه آقا سالانه میلیاردها تومان شما دارید بودجه می‌گیرید، چه غلطی می‌کنید؟ تا حالا هر هکری را افتاده اومده یه طرف رو زده، اون یکی مترو رو زد، یکی بیمارستان رو زد، دیگه آخراش اون یکی رفته بود نمیدونم پارک شهر کجا بود، تو پارک ارم تهران رو زده بودن، از بلنگوهاش فوش میدادن به خارمادر خامنه‌ای، دیگه از این بدتر؟ یعنی شما اینقدر خاک بر سری چرا میان یه جوری دیگه وانمود میکنید؟ به مردم بگید آقا ما لیاقتش رو نداریم، 44 سال به تک شما دروغ بستیم، دیگه این روزا روزای آخرمونه، میریم گورمونم گم میکنیم. خب اما موضوع بعد دوستان، امروز رژیم جنایتکار آخوندی یک دروغ بسیار بزرگ به شما گفت، مخصوصا مردم شیراز عزیزان من. امروز من با یکی از افسران ارشد نیروی هوایی در استان فارس صحبت کردم. چرا؟ چون امروز اینها اعلام کردن که دو تا زمین لرزه به فاصله نمیدونم 20 دقیقه 30 دقیقه در استان فارس مخصوصا در شهر شیراز به وقوع پیوست. عزیزان من، بزرگواران، امروز من با این آقا که یکی از درجات بسیار بالا هم تو اون تشکیلات داره با ایشون صحبت کردم، برگشت گفت که اون کاری که نباید میشد و ما همیشه به حفاظت اطلاعات میگفتیم مراقب باشید این کارا رو نباید اینجا بکنید و کردید و گندش در آمد و در رسانه های خارج از کشور مخصوصا ایران اینترنشنال چند ماه پیش آمد هشدار داد دیگه از طرف یه مرکز مؤسسه تحقیقات پژوهشی اسرائیلی که وابسته به تشکیلات امنیتیش بود، آمد گفت که اینها تو شیراز تو کوهاشون یک زاغه‌ای رو درست کردن با این عظمت فلان بسار الها، ولی اونجا دارن چیکار میکنن؟ پهپادهایی رو که تولید میکنن، پهپادهای انتحاری خودشون رو دارن دپو میکنن و این کار برای اسرائیل و خاورمیانه خطرناک است. این آقا میگفت که آقا وقتی این مرد مؤسسه پژوهشی که وابسته نمیدونم به موساد به کجاست، به شاباک به کجا هست، وقتی داره اینجوری میگه شما بیاین اینجا رو یه کاریش بکنی. این احمق ها که تمام پول مردم ایران بود اونجا، میگفت هزاران پهپاد رو اونجا دپو کرده بودند. خب امروز خیلی جالب بود، میگه در دو وهله انفجار صورت گرفت و
و کلن آقا پیمان 85% اونجا کلن منهدم شد. میگه طوری هم برنامه ریزی کرده بودن، طوری هم مواد منفجرش سنگین بود که ما یک آن فکر کردیم که آمدن با نمیدونم از این هواپیماهای بمب افکن بزرگ آمریکایی کل فرودگاه نظامی ما رو تو شیراز زدن. میگه آمدیم و بیرون سریع حفاظت اومد دهن همه رو گرفت، همه رو گفت برید، کسی شطور دیدید آخه خاک تو سرتون. تا کی دروغ، تا کی جفنگ، تا کی میخواین دهن مردم رو ببندید و حقیقت؟ اینقدر گند و گوزی کردید، گفتید ما اعلام میکنیم بلا دیگه، اسرائیل فقط مونده الان یه نارنجک بذاره دم کون خامنه ای رو منفجر بکنه، دیگه همه جای شما رو منفجر کرد. اون بیرجند، اون اصفهان شما، همین چند وقت پیش رو الان دارم میگم. ما الان بیایم تبلیغ بکنیم بگیم آقا دم این بچه های اسرائیل گم، اونور با حماس دارن میجنگن، با خرس الله دارن میجنگن، با حوثی های یمن دارن میجنگن، با سوریه دارن میجنگن، از این برم میان فشفشه میکنن تو فلانجای خامنه‌ای. یعنی حواسشون به اینجام هست. از یه نظر من خوشحالم، ولی از یه نظر دیگه واقعا ناراحتم. چرا؟ چون این آقا میگفت آقا پیمان این همه تجهیزات نظامی رو اینجا دپو کرده بودن، میلیاردها دلار پولش بود، میلیاردها دلار. خب این میلیاردها دلار پول کیه؟ پول بازنشسته ها، پول کیه؟ پول معلمین، پول کیه؟ پول صندوق بازنشستگی، پول کیه؟ پول کارگرا، پول من بدبخت، بر پدرتون دهنت که هر چی دادید در این سالها تو سوریه، هر چی دادید در این سالها در حماس، در حزب الله، همینجا داخل کشور دپو کردید، اسرائیل همه رو داره به طرفت العین نابود میکنه. این پول ما مردم ایرانی که داره نابود میشه و شما آخوندهای کثافت مغزتویی ما رو به خاک سیاه نشوندید. حالا اینو من گزارش رو نوشتم، گفتم از رو بخونم که بدونید اصلا امروز چه اتفاقی افتاده. در تیتر آمده مردم ایران، این حق شما مردم ایران است که بدانید تا دیروز اینترنت نبود، موبایل نبود، اینجور ارتباطات نبود. خامنه ای حرامزاده میگفت من هر هفته شب جمعه با امام زمان سر سفره میشینم چلو کباب میخورم. اون یکی میگفت که آوردم بچه رو دخیل کردم، کور بود، کچل بود، چلاق بود، سریع شفا گرفت آوردم. این جفنگیاتو سالها به خورد من و پدران ساده باور من و زود باور من چپوندن و ما باور میکردیم. الان اما عصر، عصر ارتباطات و اطلاعات، جایی که وزیر کشور همین چند روز پیش آمد گفت دشمنان، ماها دشمنیم دیگه. چرا؟ چون داریم گند اینها رو روی آب میاریم. گفت دشمنان دارن در فضای مجازی ما رو بیچاره میکنن. حالا کجا مونده؟ حالا خیلی مونده تا بیچاره بشید. شما باید به دست همین مردم بیچاره بشید. مردم باید این خشتکتون رو بکشونن سر شما، کثافت ها، که میلیاردها میلیارد پول مردم ایران رو حالا اون دیگه چای دبش و فولاد مبارکه و پول آخه، یعنی هم از توبره میخورید هم از آخر، بعد پدرتون لعنت حرام زاده ها. امروز رسانه های جمهوری اسلامی خبر دادن که دو زمین لرزه شهر شیراز را لرزان. ارواح عمتون زمین لرزه کلن کلید کرده رو ایران دیگه. این همه کشور تو دنیا هست، هیچ جا رو کار نداره، فقط شاخ گذاشته ایران. و درستم جاهایی میاد که شما مراکز هسته‌ای و نظامی و موشکی دارید، بعد پدرتون لعنت. امروز رسانه های جمهوری اسلامی خبر دادن که دو زمین لرزه شهر شیراز را لرزان. اما این خبر دروغ محض بود مردم. خبر درست این است: ساعتی قبل تیم عملیات موساد پایگاه زیرزمینی پهپادهای جمهوری اسلامی را در دو مرحله انفجار و کاملا منهدم کرد. حالا من با این دوستی که صحبت میکردم میگفت 85% لابد 4 تا تیر تختش مونده، اون 15% رو حساب کرده. چند ماه گذشته بود، این جالبه، چند ماه گذشته بود که مؤسسه تحقیقاتی آلمان در اسرائیل با انتشار نقشه و تصاویری، من حال میکنم اینا اون ور دنیا نشستن تمام سوراخ سنبه جمهوری اسلامی رو میدونن، تمام سوراخ سنبه علی خامنه ای رو میدونن که کجا چی داره، کجا چی نداره. و این خیلی جالبه، این اشراف اطلاعاتی اونا رو نشون میده. بعد گندگوز بلند میشه میاد میگه ما
تو خلیج فارس پدر شما رو در میاریم، ما در عراق فلان میکنیم. فقط حرف. 77 روز این جنگ بین حماس و عرضم به حضور شما اسرائیل شروع شده، این احمق ها تا حالا یه دونه حرکت نزدن، چون میتونن بزنن سرشون بر باد میره، عمامشون به پشت میره. فقط حرف، فقط. آمدن گفتن جرأت دارید زمینی حمله بکنید، اینا رفتن تمام منطقه رو شخ زدن، برنج کاشتن، هندوانه باغ کاشتن، در اومد محصول رو برداشت کردن، اینا هیچ غلطی نکردن. بعد گفتن جرأت داری لبنان رو بزن، کل این بلندی ها و پستی ها و نمیدونم اون کجا رو همه رو زدن، هم خرس الله خوابیده هم علی خامنه‌ای، جیک نمیزنن. بعد اومدن گفتن اگر ادامه پیدا کنه این جنگ ما ورود میکنیم. 76 روز بی پدرها، شما 15 روز پیش گفتید، چرا هیچ کاری نمیکنید؟ بس این نشون میده که شما فقط ظالمی برای مردم ایران و بیرون، هیچکی شما رو به پشم خودش هم حساب نمی کنه. ساعتی قبل تیم عملیات موساد پایگاه زیرزمینی پهپادهای جمهوری اسلامی را در دو مرحله انفجاری منهدم نمود. خیلی جالبه، امروز مردم شیراز برای من پیام گذاشتن تو این تلگرام، آقا پیمان اینا میگن سریشتر چیه؟ برای دریشتر بود، تمام شیراز به لرزه در آمد و انقدر لرزش زیاد بود و آنی بود و ما متوجه شدیم که یک اتفاقی سمت همون پایگاه شکاریشون افتاده که الان اینجا داریم میگه. خبر درست اینه، ساعت قبل تیم عملیات موساد پایگاه زیرزمینی پهپادهای جمهوری اسلامی را در دو مرحله انفجاری منهدم نمود. چند ماه گذشته بود که مؤسسه تحقیقاتی آلمان در اسرائیل با انتشار نقشه و تصاویری از وجود یک پایگاه زیرزمینی پهپادهای جمهوری اسلامی در اطراف شهر شیراز خبر داد. این مؤسسه تحقیقاتی تأکید کرد که این پایگاه که در کوههای اطراف شیراز مرکز استان فارس در جنوب ایران واقع است، هر لحظه کل خاورمیانه رو تهدید میکنه. بر اساس این گزارش، این پایگاه پهپادی زیرزمینی در نزدیکی پایگاه شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی تأسیس شده بود. این لامصبا دیگه میدونستن کجا بود، چجوری تأسیس شده، چه چیزهایی توش داره، وایستادن. میدونی مثل داستان چی میمونه؟ مثل این بچهای اداره مبارزه با مواد مخدر وای میستن، طرف از خرده فروشی شروع میکنه، بعد نیم کیلو، بعد یک کیلو، بعد ده کیلو، بعد 20 کیلو، بعد میرسه به 50-60 کیلو، سنگین میشه، پول، وز خوب، ماشین، فلان، میریزن خونش، همه رو با خر و با بار میگیرن. اینها وایستادن از اون روزی که شما شروع کردید اونجا رو کندن و اونجا رو درست کردن با پول ملت ایران، بعد این همه پهپاد خاک بر سرتون بکنن، این همه پهپاد هاتون رو برداشتید بردید اونجا با دو تا بمب، حالا نمیدونم چقدر بوده چجوری بوده، زنن خوار مادر شما رو صلوات دارن. اما موضوع بعدی بفرما، یک دزدی دیگر در دولت رئیسی. این حرامزاده حالا چه خوبی میگه من دولت محرومانم. این اگر میگفت من دولت ثروتمندان و فئودالیستا و اینجور چیزها هستم که الان دیگه کل کشور رو خورده بود یک جا. این با حیله دولت محرومان بلند شد آمد، یک دزدی دیگرش امروز بیرون آمده. بذارید اینو بخونم. ناپدید شدن 15 میلیارد یورویی دیگر در جمهوری اسحالی. اینو نماینده مجلس میگه. میگه 22 تیر 1402 دولت در یک لایحه دو فوریتی به مجلس اعلام کرده که به واسطه درآمدهای مازاد ناشی از فروش نفت و میعانات و گاز و غیره درآمدی 15 میلیارد یورویی داشته و میخواهد مجلس به دولت اجازه دهد از این درآمد، اینو گوش کنید، اجازه دهد از این درآمد 15 میلیارد یورویی نفتی در محل زیرساخت‌ها تأمین معوقات کارگران ارواح عمتون بی پدرها، حمایت از صندوق بازنشستگان جان عمتون، پرداخت مطالبات پیمانکاران هزینه نماید. ببینی چقدر حرام زادن، میخوان یه پولی رو بردارن زیر سیبیلی بخورن میندازن. که یعنی شما میدونید، شما مردم ایران، مخصوصا این بازنشستگان مظلوم یا این کارمندان و کارگر، شما گوشت و قربونی، یعنی از هر طرف فقط از شما میچاپن. گفتن این پول رو آزاد بکنیم، ما میخوایم بدیم به اینها. علیرضا بیگی نماینده مجلس گفته که مجلس مخالفت کرد،
چون نمی‌شود با یک لایحه سه‌خطی و بدون مشخص شدن محل هزینه کرد پول‌ها به دولت هزینه کرد پول‌ها به دولت اجازه دهد 15 میلیارد یورو رو با یک سری سرفصل‌های کلی و عمومی به میل خود هزینه کنند. اینا رفته بودن همجوری یک قلم برداشته بودن چهار خط نوشته بودن گفتن اما 15 میلیون یورو فلان اینو بیا موافقت بکنیم. ما مرد گفت آخه کو لایحت کو برنامه‌ات کو کجا می‌خوای هزینه بکنی سرفصلات چیه فلان چیه همینجور سه خط بهشون اجازه نداده بود. میگفت علارغم اینکه مجلس به اینها اجازه ندادن این کار رو بکنن، یعنی اینجا گفته که اما پس از مخالفت مجلس سرنوشت آن 15 میلیارد یورو در حاله از ابهام بود و دیگر خبری از آن نشد. یعنی میخواستن همینجوری الکی بیارن از مجلس، هم حالا گفتن که خوردنه که ما میخوریم این پولو، حالا بریم ببینیم مجلسی اجازه میده یا نمیده. مجلس اجازه نداد، اونا هم گفتن اینا یه مشت یابو هن تو این طویله، ما اجازه اینها رو نمیخوایم. میگه 15 میلیون یورو هم 15 میلیارد یورو، این رقم ها آدم رو خدایی دیوانه میکنه، یعنی بد جور بخور بخوره. یعنی اینها اگر تا سال دیگه سرنگون نشن که 100% خواهند شد، اینها فکر کنم بیافتن زمین و مال و املاک و ملک و خونه شما مردم هم بخورن. یعنی بدجور هارن این حرامزاده های کسافت و آخون که هر کدومشون یه جیب دارن تا ساق پاشون، این جیبا پر نمیشه به همین سادگی. بعد یه احمقی که وابسته به این مزدوران خامنه‌ای بود میگه حالا چی میشه تو بیایی بگی اصلاحات باشه ما اینها رو بذاریم کنار، حرامزاده ها شما با این گویی که به این مملکت زدید از هر طرف هم از خارج دارن میزنن به ما هر روز، و با این دروغ‌هایی که شما گفتید و این اختلاس‌هایی که کردید اصلاح شما رو باید تک تک برد بالای تیر چراغ برق یه کارایی با شما کرد، کثافت پای حرام زاده. اما دیشب یک داستانی بود گفتیم وقت نداریم بگیم، البته تیتر برنامه دیشب بمون اونجا جامون. خیلی از من پرسیدن آقا علی خامنه‌ای کدوم دخترش رفت داماد عروس اسرائیلی ها شد؟ عزیزان من چند روز پیش جناب آقای مشتبه پور محسن این دوست عزیز ما آمد یک گزارشی از پرستوهای ارزم به حضور شما جمهوری اسحالی در مشخصا سازمان اطلاعات سپاه منتشر کرد، افشاگری کرد. بچه های ما عزیزان ما که اینجا خوره کامپیوتر هستن اون عکس هایی رو که داخل اون ویدئویی که جناب آقای پور محسن پخش کرده بود و نمیدونم یه سری لینک رو استاده بود رفتن خلاصه فی خالدون طرف رو در آوردن و عکسش و اسمش و همه چیز در آوردن. ما همین الان گذاشتیم در کانال تلگرامی رادیو گیلان و رادیو ایران، برید لطفا ببینید. خب طرف کارمند رسمی بسیجی گردان آشورا و بسیجی رسمی فعال این خانومی که الان دارم، خانوم که نباید بهش گفت، بعد بهش گفت یک فاحش است، این کارمند رسمی سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی مشخصا شهرستان مشهد. خب من این رو میخوام بدونم، این درده، اسمش هم الان اینجا دارم، همه چیزم میگم، بریدم حتما تو کانال تلگرامی ببینید. این کثافت ها وقتی میان در مترو، وقتی میان در خیابان، وقتی میان در پارک، وقتی میان در دانشگاه، وقتی خانوم های ما رو میبینن، زنان با شرف ایرانی، دختران با غیرت ایرانی رو میبینن، حالا یه دو خال مو آمده بیرون، حجاب اختیاریه، میخوان خودشون رو جر بدن، میخوان خودشون رو پاره بکنن، چون دریدن، چون هرزن، چون کثافتن. اون مغنه و اون چادر و اینها فیلمی بیش نیست، اینا زیر چادر کارها میکنن، تو کافیه فقط چادرشون رو بکشی کنار، اون پایین دیگه میری برای فیلم های 12 شب به بعد. اینها اینجور مریض و کثافتن، چون خودشان به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، همه رو مثل چشم به چشم خودشون میبینند. اینقدر اینها کثیف و برای ایدئولوژی خودشون حاضرن هر کاری بکنن. آقای پور محسن آمد افشا کرد، گفت اینها به تازگی یک بودجه بسیار کلانی رو به کل کشور دادن. خب آمدن گفتن که برید آخه ببینید چقدر بدبختن، آخه جمع‌آوری اطلاعات، آخه جاسوسی اینجوری،
تو لنگ تو بگی بالا سرباز اسرائیلی ببینه خوشش بیاد، فقط بهت بگی که من الان در کدوم خیابان مثلا غزه هستم. ای خاک بر سر شما، ای خاک بر سر شما که خودتون برای خودتون هیچ گونه وجاهتی قائل نیستید. ارزش شما رو نزد مردم ما که هیچ، نزد دنیا بردید. حالا من مشخصا این خانومه رو دارم میگم، تعداد زیاده. اتفاقا ما امروز فراخوان داریم، دیدیم چند تا گزارش دیگه هم آمد از همین پرستوها. از فردا شب برایتون سکسیشو میذاریم، ببینید که اینها با چادر چه شکلی، یعنی کلاسیاهای کسی. بعد میرن اونجا، عجب چی جا به جایی هستن دیگه. حالا اینجا تبلیغشون رو نکنیم. یکی از این کسافت ها خانم سمیرا باغبانی ترشیزیه. چه اسم پشمکی هم داره، ترشیزی. من نمیدونم داستانش چیه. سمیرا باغبانی ترشیزی، ما رفتیم بررسی کردیم فیسبوکش رو در آوردیم، اسم واقعیش رو در آوردیم، اینها دیدیم با اسمای جدی که آقای پور محسن در برنامه ایران اینترنشنال آمد پخش کرد، با اسرائیلی ها دل داده و با قلبه گرفته و خیلی ببخشید خودش رو لخت مادرزاد کرده و سیکس شد کردن، بعد زده تو واتساپ فیلمی هم با هم یه سری کارها کردن. این در مشهد مقدس در خانه جناب آقای علم الهدا. و جالبه همین الان کاشف به من اومده که دانشجوی ادبیات تو مشهد، بچه ها میگفتن وقتی یه استاد میامد در مورد انقلاب زن زندگی آزادی حرف میزد، این پتیاره کثیف میامد میگفت من جانم فدای آقا، من دختر آقا هستم. ما همین حرف این رو برداشتیم چیکار کردیم، زدیم تیتر برنامه که دختر خامنه ای عروس اسرائیل. وقتی عروس اسرائیلیه میاد بر خودش تو سکس چت و خیلی عوض میخوام تو ویدیو و فلان جا به جایی رو انجام میده، تمام متعلقات و جلوبندی و همه چیز رو میبینه، دیگه این شد عروس اونها دیگه. خب ولی درد ما اینه، شما کثافت ها برای ایدئولوژی خودتون هر کاری میکنید میگید حلاله. خب حلاله، میرید میدید میگید حلاله، لخت میشید حلاله، با هم کثافت کاری میکنید حلاله، با جناق میذاره حلاله، سقطی 6 نفر رو به بستر میبره حلاله. کثافت ها بعد چرا دختر معصوم مردم رو، چرا زن با شرف ایرانی رو تو خیابان میبینید که هزار جور گرفتاری خودشون دارن، میان جلوشون این سگ حاجی فرج پاچهشون رو میگیرید؟ چطور این اینجوری درست نیست؟ ولی شما اونجا میرید، خودتون مگه نمیگید اسرائیل فلان، آمریکا دشمن بزرگ، این یکی اینجوریه، بعد شما میرید برای اونا لنگاتونو میدید بالا؟ که ما همه فیلماتون هم گذاشتیم، سینه پینه کپل پپل همه معلوم شد. بس این نشون میده که عزیزان من، جمهوری اسحالی یک مسئله مندرآوردیه. خامنه ای میاد با میلیاردها تومان پول من و شما در این سالها تلاش میکنه که خودش رو ولی امر مسلمین جهان یه جوری جا بندازه و جا نمیافته. این مشخص میشه که از دل نیست، اینا همه صحنه سازیه. نمیشه آخه یک آدمی که سالها در حمام منصوری ژتون میگرفته میرفته در خدمت دوستان بوده، بعد الان آمده شده رهبر این 80 میلیون مردم ایران، خودشون آخر خطن، بعد بیان یه کونی رو با عنوان رهبر خودش آقایی نمی گنجه. اما اینها با زور سلاح و اسلحه و چماق و زندان و بربند سازی میخواستن تو تک ما بکنن، نتونستن. خب خدا رو هزار بار شکر الان هم هر روز داره اینجوری گندشون در میاد. نتیجه گیری بکنیم عزیزان من، نتیجه گیری بکنیم. امروز به شما دروغ گفتن، در شیراز زدن خوار مادر یه دونه از زاغه هاشونو که کلی پهباد انتحاری به گفته این جناب سر آقایی که من باش ارتباط داشتم، به گفته ایشون زدن 85%. حالا دیگه 85% دیگه چیزی نمونده، که همه رو زدن در و داغون کردن. اینجا آمد به شما دروغ گفت، خیلی راحت ها یه جا منفجر میشه میگه زمین لرزه. آخه این زمین لرزه خانه، زندگی، زن، بچه نداره، همش تو ایران شاخ گذاشته میاد زنجان میره فلان. درست جاهای زمین لرزه میاد که ما اونجا زاغه های نظامی داریم. اینو اومدن به شما دروغ، یعنی مردم اینها برای ما مردم ایران ارزش قائل نیستن، فقط دنبال داستان های خودشون هستن. پس ما به این نتیجه میرسیم که در این رفراندومی که در پیش رو داریم، حالا من امیدوارم دوباره این هکرها بیان فکر کنم یکی دو تا دیگه گلف سنگین بزنن، کلا دیگه رژیم منحل میشه، چون امروز واقعا اینا همشون سکته زدن.
یعنی یه هکر گنجیش که درنده آمد یه زحمتی بکشن، اگر تصویر من رو الان میبینن دوستان هکر، یک منتی بذاری، این دفعه گنجش فرستادی، دفعه بعدی یه گرگی، شغالی، پلنگی، شیری اینو بفرستید، بذارید کلن سلالی گدا کلن جمع بکنه با این ارازل و اوباشش از ایران گم بشن. امیدوارم که البته ما تا اون موقع همه باشیم، گم شدن نه به این سادگی، 44 ساله به اینجامون رسوندن، ما نباید به همین سادگی هم اجازه بدیم، اینها باید همشون بیان در یک محکمه عدلیه با حضور مردم ایران محاکمه بشن، مثل داستان صدام. ما اونو قبول داریم، اونجوری رو قبول داریم که در نهایت اینه کشیدنش بالا، این حرامزاده ها با این ریش و پشمی هاشون باید یک همچین اتفاقی براشون بیفته. به این نتیجه میرسیم عزیزان ما که در رفراندومی که در پیش رو داریم، یعنی همین انتخابات سیرک مسخره طبیلی مجلس، تحت هیچ شرایطی اون روز حتی بیرون نمیریم برای خریدن یک عدد نان. روزای قبل خرید، روز قبلش خرید پریدامون رو میکنیم، همه کارها رو میکنیم. اینو خواهش میکنم از شما عزیزان من، اینجا باید همدلی داشته باشیم، اینجا باید اتحاد داشته باشیم. میبینید اینا چه جلز و ولزی میکنن به خاطر اینکه شما رو بیارن. همین پریروز من دیدم وزیر، دیروز بود وزیر ارشاد کثافت اومد و گفت هر کی بیاد رأی بده ما رو بی خیال، احترام میذاره به شهدا. بعد برید خانواده شهدا رو ببینید این کثافت ها به چه روزی کشوندن. اینها نه شهدا براشون مهمه، نه مردم ایران، نه خود ایران، هیچی براشون مهم نیست، فقط وجود کثیف خودشون مهمه. که ما باید با یک تودهنی بزرگ در انتخابات پیش رو به اینها بفهمانیم که تحت هیچ شرایطی دیگر خواهان جمهوری اسلامی به ریاست سدلی گدا نیستیم. من شیمی جانر بیمیرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب هم در خدمت شما بودم، ما مخلص شما هم هستیم، از اینکه کامنت میذارید، لطف میکنید به ما، اظهار نظر میکنید، خواسته های خودتون رو میگید، آن چیزی که تو دل خودتون هست، درد دل، حالا هر چیزی که هست انجام میدید، ما به دیده منت تک تکشون رو میخونیم، مخلص شما هم هستیم. و از این که هر شب هم میایم این خبرها رو به طبخ اخلاص میذاریم و تقدیم شما میکنیم، بسیار خوشحالی. من همه شما رو تا درودی دیگر به خدای بزرگ میسپارم، خدایا رو نگهدارتون.